به ادامه خبرها توجه فرمایید. خبرگزاری رویتر اعلام کرد پشتیبانی مالی رژیم ایران از بشار اسد در طول بحران سوریه به میلیاردها دلار رسیده و این پشتیبانی بوده که باعث شده رژیم اسد عقب نشینی در مذاکرات ژنو را نپذیرد. این پشتیبانی شامل فرستادن افراد متخصص سپاه پاسداران و نیروهای سپاه قدس به خاک سوریه است. بنا به گفته منابع رویتر در داخل و خارج ایران، فرماندهان نیروی قدس مسئولیت توجیه و آموزش نیروهای رژیم اسد و کمک به آنها در جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر عملیات تهاجمی آنها را به عهده دارند. در گزارش رویتر آمده است که رژیم ایران این نیروها را از نقاط مشخصی به مرز ترکیه می‌فرستد و بعضی دیگر از آنها از مرز عراق وارد خاک سوریه می‌شوند. نیروهایی که رژیم ایران به سوریه می‌فرستد در مناطق ساحلی مانند استان‌های ترتوس و لازقیه فعالیت می‌کنند و دارای کارت‌های شناسایی محلی هستند و از لباس نظامی ارتش سوریه استفاده می‌کنند. آخوند جنایتکار مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاء اعلام کرد که مبلغ 7500 میلیارد تومان علاوه بر تمام بودجه هایی که بخش دفاعی کشور دارد جهت تقویت بنیه دفاعی به این امر تخصیص یافته. این در حالی است که وی رسما از کم کردن بار خدمات دولتی خبر داده بود. وی همچنین اعتراف کرد که رهنمود مقام معظم رهبری برای تقویت بنیه دفاعی را داریم و چندین سال است که از بودجه عمومی برای آنها کمک ویژه می کنیم. بنابراین علاوه بر بودجه ارتش، سپاه و بسیج که دولت پیشنهاد کرده بود، ما مبلغ ایرانیز برای بنیه دفاعی کشور در نظر گرفتیم. در ادامه مخاصمات درونی رژیم، روزنامه حکومتی آسمان طرفدار باند روحانی توقیف شد. درج نکاتی علیه حکم ضد انسانی قصاص در ضمن یکی از مطالب این روزنامه علت توقیف آن اعلام شده است. این در حالی است که مدیران این روزنامه اعلام کردند نکات یاد شده را علامت زده بودند تا حذف شود و به علت یک اشکال فنی چاپ شده است.